اندې تړاو را سره په سټوډیو کې د افغانستان د ترانسپورټ شرکتونو د کمیسون مرستيال شغلې نظر احمد خلیل صاحب ملوه خلیل صاحب خیر اخلي وخت علیکم مار خوشکره سلامت کوشئ په بلدي او کوچی افغانستان کې د ترانسپورټ شرکتونو یا د ترانسپورټ ترانسپورت اساسي ستونزې چې د والدې دوی ته وخت ورکول کېږي اولې د دوی کاروبار لخنډونو سره مخا وخت بسم الله الرحمن الرحیم همطور که شما میفهمین ترانسپورت یک بخش اساسی رشد اقتصاد کشور ما و تمام کشورهای دنیا را تشکیل میده کشورهایی که ترانسپورت میکانیج شده و ترانسپورت میاری دارن اونا در بخش گسترش اقتصاد خود پیشرفت چشمگیر دارن <تصفح> چنانچه در افغانستان از لحاظ سرمایه گذاری در بخش ترانسپورت <تصفح> سکتور خصوصی سرمایه بسیار گذاف مردم افغانستان دیگی موجود است اما متاسفانه تای سالهای گذشته تا فعلا وزارت ترانسپورت و ادارات و حکومت نتانستین یک امانگی بین سکتور خصوصی و بین آه ترانسپورت آه ایجاد بکنند تا از سکتور ترانسپورت بتانه از مزایای اقتصادی که در منطقه وجود داره استفاده بکنه بخش ترانسپورت افغانستان ما گفته میتونم که در شرایط فعلی تقریبا ترانسپورت از هم پاشیده و یک ترانسپورت بی نظم یک ترانسپورت به اداره یک ترانسپورتی که حتی برای تنظیم و ترتیب اداره مسئول که بتانه اینا را یک رهبری و تنظیم و ارزی خدمات برشان بکنه وجود نداره با این وضعیت سکتور ترانسپورت افغانستان با چالش جدی مواجه است و توجهی که باید بالای سکتور در رابطه به خدمات در رابطه به تامین زیربناهای اقتصادی در رابطه به تنظیم امور سرکا و حفظ و مراقبت و ارزی خدمات بر این صورت بگیره هیچ چیزی وجود نداشته به امیل لحاظ است که ما نتانستیم برای گسترش بخش ترانسپورت در بخش کشورهای منطقه و کشورهای امسایه خود یک سیستم هماهنگ ایجاد بکنیم تا از مزایای اقتصادی کشورهای همسایه ما استفاده کرده بتوانیم در بخش ترانسپورتیشن خود و کشورهای همسایه بتانن از مسیر ترانزیت افغانستان به شکل درست اساسی استفاده بکنن تا یک سیستم رفت و آمد متقابل بین کشورها و بین مملکت ما ایجاد شود تا بتوانیم در رشد اقتصاد مملکت خود سکتور ترانسپورت و تاجرای ما ممد واقع شود بله ترانسپورت وزارت همیشه دچ دوی د یالکړيدي د مسافرونو د تاغلا پر لارې جوړې کړې دي اساسي ستونزه په لارو کې چې د ترانسپورټ پر وړاندې ترانسپورټ پهشترام بر شما وښتم چې چالشاو او مشکلاتای فريواني د مسید ترانسپورټ افغانستان وجود داره وایي چالشاو او مشکلات از امروز یا 1 مای از 2 مای از 3 مای گذشتن ايش بلکې د ټول سالای کې چې به نام وزارت, وزارت ترانسپورټ وجود داشته از کمکاری و از نبود اماهنگی و از نبود یک راهبرد سیستم منظم برای پیشبرد امور ترانسپورت بوده ترانسپورت فیلی افغانستان از چند جهتش کاملا در این قرار گرفته یک حکومت از بخش ترانسپورت اواید خود همیشه گرفته ولی حکومت ارزی خدمات برای ترانسپورت افغانستان نداره دولت از منابع اقتصادی ترانسپورت برای حفظ مراقبت سرکها در هر لیتر تیل دو افغانی گرفته اما در بدلش ارزی خدمات یا حفظ مراقبت برای سیستم سرکها نداره در قسمت تامین امنیت شاراک یکی از اساسی ترین و مهمترین معلفه برای رفت و آمد ترانسپورت است و حکومت اقدامات جدی نداشته ترانسپورت افغانستان چی از بخش باربری چی از بخش مسافربری از لازم داشتن مشکلات امنیتی به چالش بسیار زیاد مواجه است روی هم رفته وزارت ترانسپورت به عنوان یک وزارت کلیدی که بتونا برب سکتور ترانسپورټ درځي خدمات وکنه او در تنظیم ترانسپورټ مو مت واقع شوه تا فعلا چیزی به این نام د ترانسپورټ افغانستان وجود نه داشته او هر چی چې تا آل صورت گرفته روی کاغذ بوده کار عملی نشده ول دغه کار نه کوي اساسستونځ په وزارت کې وسه د ترانسپورټ وزارت وایي چې مثلا دوی د ترانسپورټی شرکتونو ستونزه ته پاملرنه نه کوي داوس وایي چې مثلا ستونزه موجود دي بار بار شرکت سوي د عملیسوي نه دي لامل یې څه دی ولی دوی نه ملي به شما بهتر معلوم است که هر اداره و هر وزارت یا بخصوص خصوص های کلیدی که در بخش اقتصادی مملکت کار میکنند باید اینا یک پلان کوتامدت میانمدت میان مدت و درازمدت به خاطر بهبود وضعیت کاری خود داشته باشند و روی پلان ها و روی اینمی پالیسی ها باید همو خدمات و سیستم کاری خود ایار بکنند متاسفانه وزارت ترانسپورت افغانستان به عنوان یک وزارت کلک ششم در حکومت شناخته میشه اینی توجهی ای که به این وزارت صورت بگیره اوتر صورت نمیگیره وزیرا و مسئولینی که در وزارت می آین هر کدامش کوشش میکنن که یک راهبرد شخصی بر خود داشته باشند تا یک راهبرد اساسی که بتانه ترانسپورت افغانستان از مشکلات و چالشا بیرون بکنه وجود نداشته و این پالیسی ها مقتعی بوده یک سال یک وزیر بر خود یک پالیسی جور کده باز با تدبیل شدن او تمامی پالیسی ها رفته و دیگه کسی که آمده بجای از او چیز دیگه وقتی که یک اداره یک پالیسی منظم مثلا یک پالیسی پنج ساله که ما در سال اول چی کنیم در دوم چی کنیم چطور بتونیم با کشورهای منطقه وصل شویم در قسمت بیبود وضعیت خدمات ترانسپورت شهری چی بکنیم در قسمت ترانسپورت مسافربری بری چی بکنیم همینطور یک چیزی تا فعلا در اداره ترانسپورت افغانستان وجود نداره و اگر وجود هم داشته برای تطبیقش کاری عملی صورت نگرفته سکوی بالاخره دغستونز سوی دی حکومت دحال کې به امرسته کوي اما تر اوسه پورې نه د هلسو بلاخره ترانسپورټي شرکتونه څه کوي د غستونځو سره سره کارت دوام ورکوي او که یا حکومت باندې فشار راوړي چې بلاخره د غستونځو ځالکې خوبې نه مې کومه امره شما صحبت میکنوم از نقص او نواقص او مشکلات بحث میکنیم نه مې خدش یک فشار است حکومت مې وینم مسولین مې وینم وزارت ترانسپورټ مې وینم او بار بار مسولین ترانسپورټ د رابطه بهې مشکلات په تمام منابع خبری صحبت کردین چې چر دې رابطه عمل صورت نمیگیره ییکی از عوامل اساسی است که وزارت ترانسپورت به عنوان یک وزارت مسلکی و فنی در تمام وزارت بیش از یک یا دو نفر متخصص نداره یگیداری که خودش هم مسلکی باشه و هم تخصصی باشه و د اونجه متخصصین استخدام نشه متخصصین کار نکنه برای بیرون رفت از مشکلات و چالش های موجود اونا پالیسی و برنامه جور نکنه چطور میتونین شما مشکلات مدیریت بکنین وزارت ترانسپورت از لحاظ داشتن سیستم شرکت های خصوصی که با وزارت ترانسپورت یک جای کار میکنن از لحاظ داشتن وسایت باربری مسافربری و دیگه گونه وسایت ما هیچ کم بود در کشور نداریم <applause> اون چې کې امروز ترانسپورټ افغانستانه په چالش کشیده مدیریت ناسالم در وزارت ترانسپورت بلکود. است اینا نمیتونن این سیستم به شکل خوب و به شکل اساسیش مدیریت بکنن اینی ما کم بود در دا داشتن وسایت در دا تمام عرصه های کاری ترانسپورت نداریم ما در بخش باربری به شکل اساسی و خوبش موتر داریم ما در دا بخش مسافربری به استاندارد اروپا وسایت داریم ما در دا بخشهای بخش های دیگه ترانسپورت هم امکانات در حد منطقه داریم اما برای انسجام ازی برای بهبود وضعیت کاری ازی برای تنظیم ازی برای عرضه خدمات برای اینا برای مدیریت از اینا امو متخصصین یا مو اشخاصی که برای وزارت کار بکنن، پالیسی بسازن و را تطبیق بکنن وجود نداره. اینان یک وزارتی که دارای متخصص نباشه، تمام افرادش به شکل امو گزینشایی که صورت گرفته باشه، قوی باشه، قومی باشه، سمتی باشه و یا روی های شخصی و گروهی باشه، وضعیت وزارت ما باور دارم که از این میشه و دیره نخواد گذشت که سیستم ترانسپورت افغانستان توقف پیدا بکنه به خاطر ازی که با اینمی وضعیتی که ترانسپورت افغانستان امروز کار میکنه با این وضعیت دیگه متشبس و تاجر که در بخش ترانسپورت سرمایه گذاری کرده در تمام های ترانسپورتی کار کرده نمیتونه تمام پرداختهای مالیاتی از کمیشن گرفته تا پول حفظ مراقبت سرک تا مالیه تا مسئول پول سرمیاشت پول شاروال تمام اینمی پولار حکومت از بخش ترانسپورت افغانستان میگیره ولی در بدل یزی کوچکترین ارزه خدماتی را که برای ای سکتور ارزه بکنه حکومت نداره آیا میشه به شکل یک طرفه شما تمامه چیزا را مطابق قانون از یک طرف مقابلتان بگیرین و بر از نو چیزی ارزه نکونید. خل حکومت غنی اوه کیا طالبان تر حکومت وای وای چې طالبان ځنی لار خراب کړي دی لوی لار یا سرکونه خراب کړي دا غواښونه ما غوي پیشوي. څوک ملامت غنی دی واخه کې طالبان ډیر ملامت چی لارو کې ترانسپورټي شرکتونه شکوي یا ننګاورو سره مقام کوي او کیا خپل حکومت. خب اگر د یک قسمت طالبان را خراب کړه اما سوالنګ خو طالب نهستا. در کجای سالنگ طالب است کجای سالنگ طالب خراب کرده ما و شما تا ده سال گذشته در سالنگ کوچکترین کار است. انجام ندادیم از لحاظ مراقبت و ساختمان جدید امی وضعیتی که ها قرار داره شما یک بار برین ببینین مردم اگر مشکلات نداشته باشن فقر اقتصادی نباشه هیچ کس در وسایت مسافربری از اشاره ها عبور شما رای غرب ببینین خب پل کمپانی خود طالب نیسته شما د 3 سال نه تونئستئنه یع پل کمپنی ر جوړ وکونئئ ائ نو مېشه ک بګردن طالب بندازم یقینا قسمتوی ازراره طالبو خراب کردین ولی نه مېشه کل چالشاو او مشکلات او تمام نواقصی ک د حکومت از کلشه بګردن طالب بندازم بل امدغ استونزی یوازله ترانسپورت وزارت ما سی و بل چا سره شریک شوی دی تا 16 سرکمه غونډي درلودل دي و 16 غونډي کوي ترانسپورت شرکت اوس داتای 6 سال گذشته بشتر از هشت بار با رئیس جمهور افغانستان سکتور ترانسپورت دیدار داشته تمام مشکلات هم ام مشکلات امنیتی هم ام مشکلات عرض عدم ارزی خدمات ترانسپورتی و تنظیم ترانسپورت هم مشکلات نبود ترمینال ها هم مشکلات نبود زیربناها هم مشکلات اخاذی و تمام چالش ها و مشکلاتی که موجود بوده در این سکتور با رئیس جمهور شریک شده در تمام عرصه ها رئیس جمهور وظایف خود عمل کرده به ادارات ترانسپورت بر ترافیک بر وزارت فواید آمد در رو روی ما هدایت داده که انمی کار تا انمی وقت و زمان شما انجام بدین اما اما متاسفانه حکم رئیس جمهور در ادارات تطبیق نمیشه مشکل هم داده ایست هفت بار رئیس جمهور حکم داده د دا وزارت ترانسپورت تطبیق نشده دیر منان افغانستان که در ترانسپورتی شرکتون و در کمیسون مرستیال نظیر خلیل تشکر